سلام، سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال شاد و آرومی داشته باشید. ویدیو این هفته رو اومدم توی طبیعت به مناسبت فرستن بهار در میون رشته کوههای زاگرس. من سالهای زیادی توی دانشگاه رشته ادبیات فارسی خوندم و از کتابهای برجسته ادبی، از معانی و مفاهیمی که توی کتابهای برجسته ادبی بود بهره های زیادی بردم. کتاب های برجسته یا شاهکارهایی مثل مثنوی معنوی مولانا که دریای عمیقی از معانیه، مثل شاهنامه که شناسنامه ملی ایرانی هاست، مثل کلیله و دمنه که کیاست زندگی کردن رو به آدم یاد میده، مثل پنج گنج نظامی که به معنی واقعی پنج تا گنجه، و مثل بوستان و گلستان سعدی که پرن از مفاهیم اخلاقی و انسانساز. توی تمام این سالها دغدغم این بود که چطور این مفاهیم و معانی عمیق رو با کسایی که رشتهشون ادبیات نیست یا به هر دلیلی با ادبیات و فرهنگ سر و کار ندارن به اشتراک بگذارم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که داستانها، قصه ها و حکایت هایی که توی این کتاب ها اومده رو به صورت ویدیو منتشر بکنم و درباره مفاهیم و معانی که توی این قصه ها و داستان ها اومده صحبت بکنم. به دو دلیل، یکی اینکه قصه و حکایت و داستان و به طور کلی روایت خیلی بهتر، به دلیل روانشناسی خیلی بهتر در خاطر آدم میمونه، و دیگه اینکه ویدیو خب این روزها دسترسی بهش خیلی آسون تره. خب حکایت این هفته رو به مناسبت رسیدن بهار درباره تصمیم ها و هدف گذاری، مسئله که مربوط به تصمیم و هدف گذاری، چون که معمولا آدم اول سال برای سال آیندهش، برای سالی که در پیش رو داره، هدف گذاری میکنه، تصمیم میگیره و برنامه ریزی میکنه. حکایت این هفته رو به مناسبت این تصمیم های اول سال درباره این مسئله انتخاب کردم. حکایت توی دفتر سوم مثنوی معنوی اومده و از این قراره که یه پیرمردی که دستاش هم میلرزید رفت پیش یک طلا فروش. به طلا فروش گفتش که یه مقداری خورده طلا داشت، به طلا فروش گفتش که اون ترازو تو بده، من میخوام این طلاهامو وزن بکنم. خورده طلا یا ریزه طلا یا قرازه که توی شعر هم اومده در دنیای قدیم خیلی ازش استفاده میشده. یه سکه کامل داشتیم و اگر که جنسی که میخواستن بخرن ارزشش کمتر از سکه کامل بوده، یه تیکه ای از اون سکه رو میکندن و به فروشنده میدادن و با گذشت زمان این خورده ها و سکه های طلا جمع میشده و پیرمرد این حکایت دستش گرفت و رفت پیش طلا فروش. به طلا فروش گفتش اون ترازو تو بده، میخوام وزن بکنم اینا رو. طلا فروش بهش گفت شرمنده پدر جان، غربال ندارم. پیرمرد تعجب کرد، گفت میگم ترازو تو بده، حواست نیست مثل این که. طلا فروش دوباره گفتش که شرمندم پدر جان، متاسفم جارو هم ندارم. پیرمرد اعصابش خورد شد، این بار گفت نمیفهمی چی میگم، خودتو زدی به کری، میگم ترازو تو بده. طلا فروش گفت میفهمم چی میگی، کر نیستم، از قضا خیلی هم خوب میفهمم، به خاطر اینکه خوب میفهمم دارم اینطور بهت میگم. مسئله اینه که تو پیرمردی، دستات میلرزه و بعد اون طلایی هم که برداشتی آوردی وزنشون بکنی خورده طلا ان، میخوای وزن کنی، میزنی طلاهاتو میریزی، بعد که طلاهات ریختن روی زمین ازم جارو میخوای که جمعشون بکنی، و بعد که جمعشون کردی ازم غربال میخوای که اون طلاها رو از خاک و آشغال و اینها جدا بکنی. من نه جارو داشتم نه غربال، همون اول دیدم که قراره چه اتفاقی بیفته. برو قربونت، ما رو اذیت نکن. دیدین این طلا فروشه چه آینده نگری داشت؟ دو سه تا اتفاقی که قرار بود بیفته رو پیش بینی کرد. الان اول سال آدم تصمیم میگیره برای طول سالش که یک اهدافی رو بهش برسه. شما هم باید مثل این طلا فروش برای تصمیم ها و هدف هایی که در طول سالتون میخواین بهش برسید یه چنین آینده نگری یا به قول مولانا پایان نگری داشته باشید. این یکی از کارکردهای ذهنه، این که میتونه آینده رو تصور بکنه و تصاویری از آینده بسازه.
این یکی از راهکارهای خودشناسیه که فرنگی‌ها هم بهش میگن ویژوالیزیشن، این که شما بشینید چشماتون رو ببندین. حالا جزئیات این راهکار هم دربارش من در آینده صحبت میکنم. این که بشینید چشماتون رو ببندید و تصاویر دقیقی از آینده هدف یا برنامه‌ای که میخواین بهش برسید توی ذهن خودتون بسازید. به میزانی که تصاویر واضح‌تر و دقیق‌تری از آینده داشته باشید، از آینده هدف یا برنامه‌تون داشته باشید، به همون میزان توی این کار موفق میشید، توی اون هدف یا برنامه‌تون موفق میشید. مولوی جای دیگه گفته، یه بیت درخشان داره: هر که پایان بین‌تر او مسعودتر، جدتر او کارد که افزون دید بر. مصرع اولش رو ببینید: هر که پایان بین‌تر او مسعودتر، یعنی هر کسی که در کارش، در برنامه، در تصمیم یا هدفش پایان بین‌تر باشه، بیشتر بتونه پایان کارش رو ببینه، مسعود به معنی خوشبخت و اقبال، در رسیدن به اون هدفش بخت و اقبال یا شانس بیشتری داره. و توی مصرع دومش مولوی یکی از پیامدهای این پایان بینی رو گفته: جدتر او کارد که افزون دید بر. کسی که از پیش بتونه میوه یا بار یا حاصل کارش رو ببینه، توی ذهن خودش تصویر بکنه یا تصور بکنه، این جدیت بیشتری توی اون کار، توی کشت و کار جدیت بیشتری به خرج میده، انگیزه بیشتری داره برای رسیدن، برای کشت و کار و برای، حالا توی این مورد ما، برای رسیدن به هدف. خب این آینده نگری یا پایان بینی به قول مولوی یا ویژوالیزیشن ظرایف و جزئیات زیادی داره که من بعداً توی یه ویدیو جدا دربارش صحبت میکنم. من علی کیانی فلاورجانی هستم. هر شنبه یکی از حکایت‌های مثنوی معنوی یا حکایت‌های دیگه‌ای که توی ادبیات فارسی اومده رو تعریف میکنم و در کانال شکوفای با ادبیات منتشر میکنم. از این ویدیو اگه خوشتون اومد یا از این حکایت خوشتون اومد، اون رو برای دیگران هم به اشتراک بگذارید. توی این مدت کوتاهی که من این ویدیوها رو توی کانال شکوفای با ادبیات منتشر میکنم، نظرات و پیشنهادات و پیام‌های تشکر زیادی برای من رسیده که منو خوشحال میکنه از اینکه این کاری که دارم میکنم مفید و مؤثر بوده. شما هم اگه نظر پیشنهادی داشتید حتما بفرستید.